دوستان سلام، خسته نباشید. وبینار آموزشی در مورد پلن شرکت جنس در خدمتتون هستیم. خدمتتون عرض کنم که امروز در مورد 6 تا پلن درآمدی شرکت جنس، 6 تا پلن پیشفرض که همیشه وجود داره صحبت خواهیم کرد و خدمتتون عرض کنم رنگ ها رو خواهیم گفت، از در واقع دیستریبیوتوری یا حتی قبل از اون اسوسییت، زمانی که شما فقط یک جایگاه میگیرید، تا در واقع کراون، رنگ کراون که آخرین رنگ که در واقع شرکت جنس هست، اینو توضیح خواهیم داد. و در مورد اوتوشیپ یا همون مینتین در واقع بحث رو با اون به پایان خواهیم برد. یک کوچولو در مورد پروموشنی که الان جنس تو این ماه و ماه بعد داره در واقع راجع به اونم توضیح خواهیم داد که دوستانی که در واقع علاقه من هستن که از جوایز و بونس های شرکت جنس که فوق‌العاده هست در واقع استفاده بکنن، اونها هم در واقع اطلاعات یک بار دیگه بگیرن. تو جلسات هفتگی میدونم که در موردش صحبت میشه، امروز هم راجبش صحبت خواهیم کرد که در واقع این مبحث رو هم پوشش داده باشیم. خب طبق معمول از فایل، در واقع فایلی که خود شرکت جنس به عنوان پلن درآمدی در واقع اومده و پابلیش کرده، از اون شروع میکنیم. خدمتتون عرض کنم که همه چیز موثق باشه. خب راجب پلن درآمدی شرکت جنس، ما میدونیم که 6 تا پلن داریم، پلن های پیشفرض شرکت جنس. اینو میگم پیشفرض به خاطر اینکه ما پلن های تشویقی هم همیشه داریم و پلن های تشویقی خصوصا در ابتدای کار بعضن تا 20 برابر درآمد شما تو 6 تا پلن نرمال یا پیشفرض برای شما درآمدزایی داره. حالا جدا از بحثای دیگه که میتونیم باهاش تیم رو بسازیم یا حالا هیجان خیلی بالایی ایجاد بکنیم و افراد خیلی دلگرم بشن، پول خوب در بیارن، همه اینا جدا، خدمتتون عرض کنم که بحثای پلنای تشویقی بحثای بسیار بسیار مهمی است. میشه گفتش که ما دو دسته پلن داریم، یکی پلنهای 6 تا پلنی که همیشه وجود داره، یکم پلنهای تشویقی که باز هم همیشه وجود داره ولی هر ماه یا هر دو ماه یک بار متنوع هست. خب اما پلن یک شرکت جنس به این شکل است که فردی که میاد و ثبت نام میکنه و یک جایگاه میگیره، این شخص در واقع کوالیفاید میشه یا شرایطش رو پیدا میکنه تا اولا از تخفیف عمده فروشی برخوردار باشه. شرکت جنس میگه که من محصولاتم رو از این به بعد با تخفیفی بین 30% تا 45% بعضا حتی بیشتر هم میشه. چه زمانی بیشتر میشه؟ زمانی که آفر وجود داره. بین 30% تا 45% بعضا بیشتر محصولات رو با تخفیف به شما میدم. تخفیف نسبت به چی؟ نسبت به قیمت هایی که روی وبسایت وجود داره. شما میدونید که روی وبسایت، حالا ما تو جلسه آموزشی وبسایت دیشب کامل در واقع راجع به وبسایت توضیح دادیم، راجع به وبسایتی که هر کسی داره توضیح دادیم و قیمت‌هایی که روی وبسایت هر کسی هست، قیمت‌های فروش هست. قیمت‌هایی که داخل اکانت ما وجود داره، قیمت‌هایی است که با تخفیف شرکت به ما میده. خب فاصله بین این دو تا قیمت در واقع عددی بین 30% تا 45% هست. زمانی که شما در واقع به عنوان یک توزیع کننده با جنس شروع به کار می‌کنید یا حداقل یک اکانت جایگاه در واقع استارتر کیت با جنس میگیرید، شما 30% تا 45% تخفیف روی محصولات از همون موقع دارید. این اولین مزیتی هست که شما به عنوان کسی که فقط یه جایگاه با جنس گرفته، حتی خرید هم نزده. اما تو قسمت بعد یا حالا گزینه بعد، مزیت بعد اینه که شما به شما یک وبسایت هم داده میشه. شما یک وبسایتی دارید که تو کل جهان میتونید استفاده بکنید. دنیای امروز دنیای اینترنت هست، دنیای تبلیغات آنلاین هست. فرد با یه سری آموزش‌های خیلی ساده میتونه از وبسایت خودش استفاده بکنه، تو کل دنیا میتونه فروش داشته باشه. و خب وبسایت شما این قابلیت رو داره که افراد برن رو وبسایت. میدونید که وبسایت دقیقاً کپی وبسایت خود شرکت جنس است، فقط تو قسمت یوزر نیم اسم شما موجود هست. زمانی که این وبسایت رو به دوستتون هر جای دنیا، مثلا توی استرالیا میدید، این فرد میره روی وبسایت، خریدشو انجام میده و در واقع محصول توسط شرکت براش ارسال میشه، کلیه خدمات پس از فروش به عهده خود شرکت هست و شما صرفاً اون اختلاف قیمت رو همون موقع به عنوان کمیسیون دریافت میکنید. یعنی فرقی نمیکنه شما اینو ارزون میخریدید با قیمت
با سود خودتون به این فرد میفروختید، یا اینکه نه وبسایتتون رو دادید، فرد رفته روی وبسایت از خود جنس گویا خریده، جنس هم با قیمت فروش باش حساب میکنه، با قیمت خرد فروشی باش حساب میکنه، ولی شما همون 30-45% در کمیسیون هم موقع توی حسابتون دریافت میکنید. این میشه پلن شماره 1 شرکت جنس. شما صرفاً با داشتن یک جایگاه 31.45 دلار هم پلن 1 هم پلن 2 شرکت جنس رو دارید. پلن 1 رو خدمتون توضیح دادم که در واقع 30-45% تخفیف بود به اضافه وبسایت. اما پلن شماره 2 رو میخوام خدمتون توضیح بدم. پلن شماره 2، شما میدونید که تو پلن شماره 1 شما یک فردی میشید که به عنوان توضیح کننده میخواید با شرکت شروع کنید به کار، یا حالا یه استارتر کیت دارید، یه فردی که به عنوان همکار با جنس شروع کرده. خب شما طبیعتاً میتونید همکار هم دعوت بکنید. شما به عنوان یک نماینده هستید که این نماینده میتونه این نمایندگی رو هم انتقال بده. یعنی شما فرض میکنیم که میشید نمایندگی مستقل جنس، حالا این نمایندگی مستقل میتونه نمایندگی مستقل هم بده، یعنی حق اعطای نمایندگی هم دارید. و شما وقتی که این کارو میکنید افراد دیگه ای رو میتونید معرفی بکنید، اونها هم میتونن بیان همین پلن یکی که شما تا الان راجعش صحبت کردیم و خب طبیعتاً دارن و بقیه پلن ها رو هم دارن که حالا توضیح خواهیم داد. برای شما میتونید افرادی مثل خودتون رو هم حالا دعوت بکنید، میتونید دعوت بکنید، میتونن جز مشتریاتون باشن که ازتون محصول میخرن. به حال یه روزی ممکنه بهشون بگید فلانی شما تا امروز محصول از من میخریدی، منم با سود بهت میفروختم، بیا خودت از سایت بخر و بدون سود، دیگه منم از سود نمیگیرم، منتها شما به عنوان یک توضیح کننده توسط من معرفی میشید، منم سود خودم از جانب شرکت دارم، به نفع شما هم هست، شما هم دارید با قیمت پایین‌تری میخری، با همون قیمتی که منم میخرم شما خودت میخری و دیگه نیازی هم نیست به من سود بدید. اما زمانی که شما معرف افراد دیگه میشید، اون افراد میان جایگاه میزنن، نسبت به پکیجی که اون افراد خرید میکنن، شما زمانی که میاد در واقع یک دونه جایگاه 31.45 دلار فقط میخرید میشید اسوشیت. اولین رنک جنس هست، معناش همکار هست. شما به عنوان یک همکار، یک کسی که ربط داره به جنس و میخواد با جنس کار بکنه، تازه کارشو شروع کرده، به این عنوان ها میشه ازش نام بود. خب شما زمانی که اسوشیت هستید یک جایگاه دارید. رنک بعدی رنک توزیع کنندگی یا دیستریبیوتر هست. رنگ دیستریبیوتر چجوری شما میتونید به دست بیارید؟ زمانی هست که یه پکیج توی جایگاهتون بخرید. این پکیج، ما میدونیم پکیج از 100 امتیاز داره تا به بالا شرکت جنس، مثلا تا 500 امتیاز. شما 100 امتیاز حداقل اگه توی اکانتتون تو یک ماه بخرید، به شما میتونید رنگ دیستریبیوتری رو بگیرید. اما زمانی که رنگ دیستریبیوتری رو میگیرید چه امتیازاتی دارید؟ حالا پلن 3 4 5 6 هم براتون باز میشه. در واقع شما زمانی که فقط جایگاه میگیرید پلن 1 و 2 رو دارید، زمانی که توی جایگاهتون یک پکیج میخرید و حالا دیستریبیوتر میشید، حالا پلن 3-4-5-6 هم براتون باز میشه. اما تو پلن شماره 2، زمانی که شما معرف افراد دیگه میشید و اونها یک پکیج خریداری میکنن، همونطور که میبینید این قسمت قسمتی است که پکیج ها نوشته شده، اسمشون و امتیازهاشون. CV به معنای امتیاز هست، انگلیسیش هست commissionable volume، حجمی که روش کمیسیون تعلق میگیره. در واقع شما کلیه خریدهایی که معرف اونها میشید و اونها میان تو سازمان شما خرید میکنن، همه اون امتیازها قابل، یعنی بهش کمیسیون هم تعلق میگیره، جدا از این که حالا پورسانتایی رو تو پلن شماره 2 افراد معرف میگیرن. تو پلن شماره 3 که حالا شروع خواهیم کرد، تمامی اون محصولاتی که خرید و فروش میشه یک امتیازی داره که اون امتیاز قراره بهش پورسان تعلق بگیره. حالا به فرض مثال شما معرف یک نفر میشید که یک پکیج بیسیک میخره. یک پکیج بیسیک حدود 200 دلار هست. 220 دلار، 230 دلار، 270 دلار بستگی به پکیج بیسیکی داره که اونجا موجوده. تو بعضی از پکیج بیسیک ها محصولاتی که وجود داره، مثلا 4 تا محصول لومینیسی وجود داره، 210 دلاره. بعضی وقتا محصول فینیتی ریزرو وجود داره، خب 260-270 دلاره. بسته به اینکه اون پکیج بیسیک چی توش باشه، در واقع قیمتش فرق میکنه، ولی امتیاز همه پکیج‌های بیسیک 100 امتیازی هست و پورسانت اونها هم همشون 25 دلاری هست. یعنی شما اگه معرف کسی بشید و اون بیاد یک پکیج بیسیک بگیره، شما 25 دلار پورسانت دریافت میکنید. پکیج بعدی سوپریم هست. پکیج سوپریم 300 امتیازی هست. یکی از ایده‌آل ترین پکیج‌ها برای
سازمان سازی حتی برای خرید افراد هست، چون تو این پک اولا محصولات متنوع تری وجود داره با قیمت مناسب تری، دیگه اینکه امتیاز این پکیج 300 هست و دقیقا فرض میکنیم شما به ازای هر پکیجی که شخص خرید میکنه تو دست تعادلتون شما میتونید یک پورسانت حالا 35 دلار رو بگیرید که تو پلن شماست، اینو توضیح میدم، ولی پکیج 300 امتیاز یک پکیج بسیار بسیار مناسب و خوب هست. و پورسانتی هم که شرکت از بابت این پک، زمانی که شما معرف کسی میشید که این پکیج رو میخره، پورسانتی که شرکت به شما میده 100 دلار هست و 100 دلار هم پورسانت خوبیه. قیمت پکیج سوپریم حدود 600 دلاره. اما پکیج جامبو رو داریم که 400 امتیازیه، پورسانتش 200 دلاره. پکیج امباسادور رو داریم که بزرگترین پکیج شرکت هست، 500 امتیازیه و 250 دلار پورسانت مستقیم داره. زمانی که شما پکیج بزرگتری میخرید، امتیازی که برای فرد خریدار داره این که تعداد محصولات بیشتری رو با قیمت پایین‌تر میخره. دیگه اینکه امتیاز اون پکیج 500 امتیازه ولی بهش یه سری امتیازهای دیگه هم تعلق میگیره، مثلا یه سری رنگ‌ها شرکت به این فرد میده که این پکیج رو خریده، بنابراین برای خریدار یک امتیاز محسوب میشه. اما برای کسی که معرف این فرد هست هم امتیاز خاص خودشو داره، هم 500 امتیازی هست، خب تو سازمان فردی که معرف این فرد بوده 500 امتیاز ثبت میشه، به اضافه اینکه پورسانت مستقیمی که از این فرد میگیره 250 دلار هست. اما این پکیج هایی هست که وجود داره. یه گزینه دیگه هم وجود داره که شرکت اجازه میده تا فرد پکیج خودش رو خودش بسازه. مثلا دوست نداره این 4 تا پکیج، این 4 تا محصول لومینسی که تو این پک شرکت به عنوان پک بیسیک اومده قرار داده و گفته آقا این پکیج 200 مثلا 10 دلاره، شما اینو بخرید انقدر امتیاز انقدر پورسان. شما میگی نه من میخوام پکیج بیسیک خودم رو ببندم، خودم میخوام در واقع با سلیقه خودم محصولم رو انتخاب بکنم، من این یه دونه محصول رو میخوام بردارم به جاش یه محصول دیگه بذارم. به خاطر همین شرکت اومده گزینه ای قرار داده به نام کریت پک. تو قسمت کریت پک شما میتونید محصولات خودتون رو خودتون انتخاب کنید و در واقع به این شکل هست که بین 100 امتیاز تا 200 امتیاز اگه پکتون باشه، پورسانتی که فرد میگیره 10% قیمت پک است. و زمانی که بین 200 امتیاز تا 300 امتیاز یا حالا 200 سی وی تا 300 سی وی باشه، 12% اون قیمت رو محاسبه میکنه. و اگه پکیجی که شما کرییت میکنید، میبندید، انتخاب میکنید بالای 300 سی وی باشه، 15% قیمت اون پک رو در واقع میاد و به شما به معرف در واقع پرداخت میکنه. خب اینم از بحث در واقع کرییت پک که تمام و کمال تمام گزینه‌ها رو در اختیار فردی که میخواد بیاد و عضو جنس بشه قرار میده. این فرد میتونه پکیج خودش رو خودش تعیین کنه. خب خدمتتون عرض کنم که قسمت کریت پک رو توضیح دادیم، میریم سراغ قسمت بعد، پلن شماره 3 رو توضیح میدیم خدمتتون. پلن شماره 3 پلن باینری هست. دوستان پلن باینری یکی از پلن‌های درآمدی شرکت جنس است و به هیچ وجه قدرتمندترین پلنش نیست. یعنی شرکت جنس رو نمیشه با نام یک پلن باینری شناخت و این خیلی مهمه، از این بابت که میان افراد و پلن باینری شرکت X رو با پلن باینری شرکت جنس مقایسه میکنن، در صورتی که پلن باینری هنوز اصطلاحاً یه دستگرمیه توی پلن درآمدی شرکت جنس و پلن 4 و 5 و 6 که بعد از این پلن شما 3 یا پلن باینری میاد بسیار بسیار قدرتمندتر از این پلن هست و امنیت خیلی بالاتری نسبت به این پلن داره. یکی از چالش‌های پلن باینری اینه که شما باید دو تا مجموعه بسازید و نسبت به هر دو تا مجموعه رشد داشته باشید و بعد از اون هست که شما طبق قوانین پورسانتتون رو میگیرید، ولی پلن 4 5 6 در واقع میاد و این حاشیه امنیت رو بسیار بسیار بالا میبره که حالا توضیح میدیم خدمتتون. پلن شماره 3 پلن باینری، همونطور که از اسمش مشخصه، باینری به معنای دودویی هست و در واقع شرکت از شما میخواد که کلیه فعالیت هاتون رو توی دو تا مجموعه در واقع متمرکز کنید. حالا این دو تا مجموعه اسمش رو راست میتونیم بذاریم، اسمش رو چپ میتونیم بذاریم. شاید براتون سوال پیش بیاد که چرا دو تا مجموعه؟ اصلا این پلن باینری داستانش چیه؟ چرا دو تا بخش، دو تا دست، راست، چپ؟ چرا اینجوریه؟
ببینید فرض میکنیم شما یک شرکت تولید کفش دارید، یک کارخونه کفش دارید و من میام پیش شما میگم با شما میخوام کار بکنم، شما به من میگی که آقا اوکی برو یه مغازه بزن تو خیابون مثلا شریعتی، اونجا مغازه بزن، من کفش به شما میدم، هر چقدر فروختی 10% مال شما. این یک قرارداد خیلی ساده است که بین یک تولید کننده و یک فروشنده میتونه شکل بگیره. اما فرض کن شما میای به من میگی که یه مغازه تو شریعتی بزن، یه مغازه مثلا باید توی مثلا پاسداران بزنی، حالا یه خیابون دیگه، و دو تا مغازه رو بعد شما بگردونیم، من جنس دو تا مغازه به شما میدم، آخر ماه میمونجا روی میز میشینیم و میبینیم که تو کدوم دو تا مغازه شما فروش بیشتری داشتید. مثلا توی شریعتی شاید 100 میلیون فروش داشتید، توی مثلا پاسداران شاید مثلا 70 میلیون فروش داشتید. شما به من میگی که اوکی من نگاه میکنم ببینم کدوم کمتره، رو 70 میلیونه که کمتره شما 15% بردار. شما میگی این از کجا اومد، این ایده رو چرا، این چیه، این چرا اینجوری هستن، چرا دوتا، چرا رو کمتره به من پورسان میدی، چرا اینجوری میدی. هیچ دلیلی وجود نداره برای توضیح دادن، فقط یک ایده هست. اما پشت ایده چیه؟ اولا شما دوتا مغازه رو اندازی کردید، یعنی به جای اینکه یه مغازه باشه دوتا مغازه رو اندازی کردید به وسیله من. نکته دومی که وجود داره اینه که بین من تو مغازه پاسداران و خود من تو مغازه شریعتی یک رقابت ایجاد کردید، یک رقابتی بین من و خود من. زمانی که من ببینم شریعتی فروشش خیلی رفته بالا و پاسداران فروشش کمه، چون میدونم آخر ماه قرار رو پاسداران من پورسانت بگیرم، پاسداران سرنوشت منو تعیین میکنه، مطمئنا روی پاسداران من بیشتر کار میکنم. زمانی که پاسداران فروشش بیاد بالاتر از شریعتی، خب من میرم رو شریعتی کار میکنم. اینجوری هست که افیشنسی من بالا میره، بهینه‌تر میشم و من بیشتر میتونم نتیجه خلق بکنم. یک رقابت بسیار بسیار سالم بین من و خود من ایجاد میشه و این فلسفه پلن باینری هست. ایده از اینجا اومد. به خاطر همین ما با دو تا مغازه سر و کار داریم، ما با دو تا مجموعه، دو تا سازمان، دو تا دست سر و کار داریم و از شما خواسته میشه که فعالیت های خودتون رو تو دو تا مغازه ببرید جلو. خیلی ساده، مغازه راست، مغازه چپ. اما تو این دو تا مغازه شروع میکنید به ورودی گرفتن، افرادی رو دعوت میکنید، اونها رو معرفی میکنید، شرکت زمان معرفی افراد ازتون میپرسه راست یا چپ، شما میگید آقا راست یا چپ، خودتون تصمیم میگیرید. افراد رو بسته به این که این مغازه قوی شده یا ضعیفه یا نیاز به کمک داره یا نه اصلا خیلی قوی نیاز نیست، شما افراد رو بسته به این انتخاب میکنید که تو مغازه راستی معرفی کنید یا مغازه چپی، و به این ترتیب دو تا مغازه رو راه میندازید. البته تو این قضیه ما به کمک آموزش این کارو میکنیم و حمایت، بدون این نمیشه. افراد رو دعوت میکنید، اون افراد هم افراد دیگر رو دعوت میکنن و آموزش انتقال پیدا میکنه. دو تا سازمان ساخته میشه. تمام اتفاقاتی که تو این دو تا سازمان میفته به زبان CV یا همون امتیاز ترجمه میشه. فرض میکنیم سمت راستتون شما محمدی رو دعوت میکنید، محمد پکیج 300 امتیازی میخره، چون شما معرف محمد هستید، طبق پلن دو شما مثلا $100 که پورسانت مستقیمتون هست رو میگیرید، اما 300 امتیاز هم امتیازتون مغازه یا حالا سمت برای شما حالا اتفاق افتاده، شما 300 امتیاز هم اصطلاحاً دارید اونجا. تو مغازه سمت چپی یا اون یکی مغازه، اون یکی دستتون هم میاد یک فرد رو با 500 امتیاز وارد میکنید، حالا 500 به 300. البته کسانی که خودتون معرفیشون باشید پورسانت مستقیمش هم دریافت میکنید طبق پلن دو، اما جدای از اون علاوه بر اون امتیازها هم اونجا ثبت میشه، شما میتونید از امتیازها هم طبق پلن شماره 3 پورسانت بگیرید. خب این دو نفری که شما واردشون کرده بود میتونن افراد جدیدی رو دعوت بکنن، همچنین شما میتونید باز هم افراد جدیدی رو دعوت کنید و تو این دو تا مغازه بذاریدشون. هیچ گونه محدودیتی توی معرفی افراد وجود نداره. این ماه 2-3 نفر، ماه بعد 1 نفر، سال بعد 20 نفر دیگه، 5 سال دیگه 100 نفر دیگه، شما میتونید تا آخر زندگیتون فرد معرفی بکنید. هیچ محدودیتی وجود نداره و این افراد همه تو یکی از این دوتا مغازه شما معرفی میشن توسط شما. همه ی افرادی که غیر مستقیم توسط افراد دیگه هم معرفی میشن، اونها هم امتیازاشون برای شما ثبت میشه. یعنی اونجا هر فعالیتی اتفاق بیفته، چه کسی محصول دوباره بخره، چه کسی پکیج بخره، چه کسی کسی رو معرفی بکنه اون پکیج بخره، ورودی بگیره اصطلاحاً، چه کسی روی وبسایت خودش محصول بفروشه، یعنی وبسایتش رو بده به یه نفر توی کانادا، اون فرد بره روش رو وبسایتش خرید بکنه، همه این امتیازها برای سمت راست و چپ شما حساب میشه. و شما میبینید که اینجا حالا نه فقط از نتایج زحمات خودتون، که میتونید از نتایج زحمات یک سازمان، یک تیم که شاید خیلی از اونا رو نمیشناسید،
بهره‌مند بشید و این ارزشمندش میکنه این بیزنس رو. این موقعیت رو به ما میده که بگیم آقا ما چند سال تلاش میکنیم ولی تو یک رابطه خطی نیستیم، یک رابطه توانی هستیم. 3-4 نفر میاریم، اون 3-4 نفر میتونن 3-4 نفر اضافه بکنن، اون 20-30 نفر میتونن 30-40 نفر اضافه بکنن. سال دیگه من 100 نفر تو چند تا کشور دارم که حتی نمیشناسمشون، کاری هم به هم نداریم چون اصلا رابطه‌ای شاید با هم نداشته باشیم، ولی اونها تلاششون برای من سود داره و این ادامه دار میتونه باشه. مقایسه کنید با کاری که شما میرید 8 ساعت کار انجام میدید، بابت اون 8 ساعت پول دریافت میکنید. فردا اگه نرید سراغ اون 8 ساعت کار دیگه پولی دریافت نمی‌کنید. دنیای امروز فوق‌العاده مهمه که ما کاری رو بکنیم، فعالیت تجاری رو بکنیم که در واقع از خاصیت اهرم برخوردار باشه. چرا نباشه؟ الان که میتونیم چرا این کارو نکنیم؟ و خب توی پلن شماره 3 تمام جذابیت از اینجا شروع میشه. چرا افراد این کارو میکنن؟ چرا به درآمد بالا میرسن؟ چون توش اهرم وجود داره و این اهرم همه جا میتونه وجود داشته باشه، ولی تو تجارت سنتی سازوکار این وجود نداره. شما میرید و از یک مغازه‌ای فرض میکنیم که خرید میکنید، یه سوپرمارکتی تو محلتون هست از اون خرید میکنید، یه سوپرمارکت جدید باز میشه 2 کوچه اونورتر و شما یه روزی میرید اونجا خرید میکنید و رفتار اون فرد خوبه، شما رو تحویل میگیره، شاید کم قیمتا مناسب باشه، شاید یه زیتونی رو داره که جای دیگه نداره، شما میاد و به همسایه هاتون میگید، میگید آقا اونجا مثلا یه دونه سوپرمارکت جدید باز شده، خیلی محصولاتش خوبه، خیلی خوش اخلاقه، برید اونجا. تازه بعد میگه براتونم ارسال میکنم، مثلا این سری صحبت ها میکنه و شما یه عده همه همسایه‌هاتون از این سوپرمارکت دیگه که مشتری بودن خرید میکردن جدا میکنید و میفرستید به این سوپرمارکت جدیده. ساز اون، آیا اون خوشحال نمیشه؟ چرا؟ آیا اون پول بیشتر گیرش نمیاد؟ چرا؟ آیا شما فردا برید به این سوپرمارکت جدید بگید آقا من براتون 10 تا مشتری اضافه کردم، یه خلاصه یه پورسانت به من بده؟ آیا نمیده بهتون؟ شاید هم بده. ولی همه ما متوجه منطقی بودن این روال هستیم، متوجه این پتانسیل هستیم، ولی آیا ساز و کارش وجود داره تو این تجارت؟ نه، وجود نداره، زیر ساختی براش طراحی نشده. اما تو سیستم در واقع نتورک مارکتینگ این زیر ساخته تمهیداتش دیده شده و به شما میگن آقا ما میدونیم که شما میتونید آدمای دیگر رو معرفی بکنید، اون آدما میتونن آدمای دیگر رو معرفی بکنن، این کارو بکنید، حساب کتابشو میکنیم، همه چیزو مینویسیم و بابت شما سود میگیرید. حالا فکر کنید شما یه سوپرمارکت رو 5-6 نفر معرفی کنید، اونا هر کدوم 5-6 نفر معرفی کنن، 20 سال میگذره، نسل در نسل اینها دارن اونجا خرید میکنن، فامیلاشون، آشناهاشون، ولی شما هیچ گونه سودی ندارید. و در واقع نتورک مارکتینگ به شکل طبیعی وجود داره تو ماها، منتها این دنیای جدید و اینترنت و این سازوکارها هست که این امکانو برای ما وجود به وجود آورده تا بتونیم ازش استفاده دقیق مالی بکنیم. برای این پلن 3 یک پلن بسیار منطقی، هوشمندانه و واقعا چیزی که هیچ کسی ازش بعدش نمیاد. برای این شما در دو سمت خودتون بابت همه این تلاش ها به ازای هر 300 امتیاز، هر 600 امتیاز شما میاد $35 پورسان میگیرید. در واقع شرکت میگه که سمت چپ و سمت راست شما این امتیازهایی که میاد من همه رو ثبت میکنم. هر بار که تونستم یه 300 امتیاز از یه سمتتون و یک 600 امتیاز از یه سمتتون بردارم، به شما $35 پورسان دیگه میدم. کاری هم ندارم این 300 امتیاز 600 امتیاز از کی اومده، اصلا میشناسی شما نمیشناسیش برام مهم نیست، مهم نیست. فقط امتیازایی که اونجا هر خریدی که میشه، هر محصولی که داره در توسط اون سازمان داره خرید و فروش میشه، من برای شما امتیازشو میندازم و نسبت به اون امتیاز 300 امتیاز 600 امتیاز به شما $35 پورسان میدم. اما 300 امتیاز از سمت کمترتون برمیداره و این خیلی مهمه. یعنی چی؟ یعنی تو مغازه پاسدارانه، تو مغازه کوچیکتره، مغازه کمتره که قراره اون اهرم بشه برای درآمد شما، یه پوان هم به شما میده، میگه من تو مغازه کمتره 300 امتیاز رو برمیدارم، تو مغازه بزرگتره 600 رو برمیدارم. اگه برعکس این بود اون قضیه خیلی فرق میکرد. اما خب شما میتونید تا در واقع سقف $26,250 در هفته بابت این پول دریافت بکنید. هر هفته تا سقف $26,250 شما میتونید پورسان از پلن شماره 3 بسازید. بیشتر از اون اگه در بیارید چی میشه؟ مثلا $30,000 در آوردید این هفته، خب $26,250 بهتون میده، بقیش طلب شما تو حسابتون میمونه. هفته بعد اگه درآمدتون زیر $26,250 بود، تا سقف $26,250 شرکت به شما دوباره پول ترانسفر میکنه و اگه باز هم بیشتر بود میمونه طلب شما تو حسابتون. زمانی که شما هر زمانی درآمدتون اومد زیر $26,250، از اون پولهایی که طلب دارید شرکت به شما میده تا سقف $26,250 هفتگی.
نکته مهمی که وجود داره، فلش اوت به اون معنا وجود نداره توی پلن باینری شرکت جنس، و در واقع این تکنیکی که اینا به کار بردن هم فلش اوت رو از بین برده، هم ریسک فلش اوت از بین برده. شمایی که همیشه درآمدتون بالای 2650 تا، هیچ وقت اون بقیه رو نمیگیرید، برای همین شرکت نیازی نداره به این فکر کنه که ممکنه ورشکست بشه. و اگر هم قرار شد که بگیرید، یعنی مجموعتون اومد پایین فلان، سقف 2250 تا رو داره میده، برای این محدوده. خیلی هوشمندانه این پلن ریخته شده و خدمتتون عرض کنم که هم برای افرادی که کار میکنن خوبه، چون نگران فلش نیستن، نگران سوخته شدن امتیازشون نیستن، امتیازا به هیچ وجه نمیسوزه، امتیازا همیشه وجود داره. اما میریم پلن شماره 4. پلن شماره 3 پلن باینری بود، دو تا مجموعه بعد بسازید، نسبت به این دو تا مجموعه 300 635 دلار میگیرید، این قانونشه. اما پلن شماره 4 علاوه بر اینکه یک پتانسیل درآمدی خیلی قوی تر، اگه بهتون بگم تا 20 برابر پلن 3 رو افرادی هستن که دارن تو پلن 4 میگیرن، همه الان توی جنس، در واقع به جا گفتم این حرف رو، و شما میتونید جدا از اینکه یک پتانسیل درآمدی بالاتر کسب میکنید تو پلن 4، اون چالشی که تو پلن شماره 3 وجود داره رو بپوشونید. چه چالشی؟ تو پلن شماره 3 شما باید دو تا مجموعه بسازید، دو تا مغازه رو راه بندازید، و میدونید که مغازه کوچیکه همیشه زور میشه. خب توی پلن شماره 4 شرکت میگه که یه سری افراد رو شما مستقیما معرفی کردید به من، اون افراد و اسمشون رو میذاره نسل 1 شما. میگه نسل 1 شما هر چقدر پورسان تو پلن شماره 3 همون باینری یا هفته 2650 دلار هر چقدر تو این پورسان بگیره، من 20% اون پورسان تو به شما هم میدم. یعنی به فرض مثال شما محمد رو واردش میکنید، محمد هفته ای 5000 دلار داره میگیره، شما هم 20% این 5000 دلار که 1000 دلار باشه رو هفته میگیرید از شرکت. یعنی شما نسبت به درآمد افرادی که به شرکت دعوتشون کردید و اونها دارن موفق میشن، درآمد دارن کسب میکنن، شما نسبت به درآمد اینها از سوی شرکت درآمد دارید. دلیلش هم مشخصه، شما یه نفر رو وارد شرکت کردید، به شرکت معرفی کردید که خوب سازمان داره میسازه و خوب داره فروش ایجاد میکنه، به همون دلیل داره پورسان میگیره، شرکت میگه 20% پورسان رو به شما هم میدم. خب چالشی که برای پلن در واقع 3 وجود داره اینه که شما دو تا سازمان داشته باشید تا پول بگیرید، اما تو پلن 4 حالا یه سازمان هم داشته باشید پول میگیرید. یعنی اگه یه سمتتون هم فعال باشه، شرکت میگه خب این افرادی که اونجا فعالن تو اون سمتتون، اگه شما معرف هر کدوم باشید 20% از درآمد اونا رو هم میگیرید. اما 20% از درآمد نسل 1، 15% از درآمد باینری نسل 2 رو هم میگیرید. افرادی که توسط افراد نسل 1 شما معرفی میشن مثل نوه های شما میمونن، اون افراد هر چقدر درآمد باینری داشته باشن، شما 15% از درآمد باینری اونها رو هم میگیرید. همینطور 10% از درآمد باینری نسل 3 رو میگیرید. به همین شکل 5% از درآمد باینری نسل 4، 5، 6 و 7 رو هم میگیرید. در واقع توی پلن شماره 4 شما تا 7 نسل بعد از خودتون از درآمد اون افراد درآمد دارید، و این در واقع بدون هیچ گونه محدودیتی هست. شما میتونید تا هر چقدر که بخواید مجموعتون رو گسترش بدید، لول های 1 تون رو زیاد کنید، طبیعتاً لول های 2 زیاد میشه، لول های 3 زیاد میشه، و اینها رو کمکشون کنید تا مجموعه توپر و موفقی بسازن. طبیعتاً درآمد شما که درصدی از درآمد این افراد هستن به همون نسبت افزایش پیدا میکنن، و خیلی ساده شما میتونید ببینید که از یه لولی به بالا با تجربه‌ای که من شخصا کسب کردم، از شاید سایکل BC به بالا، دیگه شما درآمدی که تو پلن 4 دارید نسبت پلن 3 میچربه. یعنی شما خیلی زود درآمد شماره 4 رو واقعا حس میکنید. پولی که تو پلن شماره 4 در میارید بیشتر از پلن شماره 3 هست، و این قضیه از همون نزدیکی های BC سایکل شروع میشه. خب خدمتتون عرض کنم که پلن شما 4 که تا 7 نسل بعد از خودتون شما از درآمد افراد درآمد دارید، و منظور از این درآمد درآمد باینری اون افراد هست، خدمتتون توضیح داده شد. اما پلن شماره 5 شما 20% که از نسل 1 تون میگیرید تو میتونید تا 30% اضافه بکنید، یعنی افزایش بدید. به چه شکل هست؟ شما یه وبسایتی شرکت به شما داده، این وبسایت اگه 5 تا مشتری در ماه، یعنی این ماهی که الان توش هستیم، 5 تا مشتری رو وبسایتتون داشته باشید، 20%تون میشه 25%. اگه 10 تا مشتری رو وبسایتتون داشته باشید، 25%تون که حالا مثلا حالا 5 تا مشتری داشتید، اگه بشه 10 تا، اون 25 میشه 30%. در واقع به هر تعداد که مشتری داشته باشید 1% اضافه میشه، و این عدد یا 5% هست یا
10% که در واقع 20 میشه 25 و در این مرحله بعد میشه 30%. شما میتونید 30% از درآمد باینری نسلیکتون رو داشته باشید. الان دوستانی هستن که شاید چند تا مثلا ورودی دارن تو لولای بالای ما و اونها ورودی هاشون همشون دایموند شدن. فکر کنید دایموند شده، خب حالا درآمد باینری 105 تا رو داره میگیره. فرض کنید 20% از این درآمد رو داره فرد بالاسری میگیره و این عدد 20,000 دلار هست. حالا این فرد میتونه خیلی ساده این 20% که 21,000 دلار، حالا بگیم 20,000 دلار هست، و تا 30% یعنی 30,000 دلار افزایش بده. 10,000 دلار میتونه بیشتر بگیره. چجوری؟ کافیه رو وبسایتش 10 تا مشتری داشته باشه تو این ماه. حتی اگه مشتری نداشته باشه میتونه 10 تا از دوستان و آشنایانش رو تو کل دنیا بگه آقا شما به دو وبسایت من یه خریدی بکنید، مهمون منی هستن. خب وقت خریدم میتونه 50 دلار، 30 دلار، 40 دلار باشه. هر کدوم میتونن یه محصول نارا بخرن که قیمتش زیر 40 دلار میفته. خب یعنی این شخص میتونه 400 دلار هزینه بکنه برای این 10 نفر، ولی بابت فقط یکی از اون دایموندایی که داره 20%ش میشه 30%، 10000 دلار افزایش درآمد داشته باشه. شاید بگید خب جنس اینو نمیدونه. نه، جنس دقیقاً اینو میدونه و این در واقع پورسانتی از شیرینی هست که برای افرادی که تا این درجه تونستن موفق باشن قرار داده. فرض میکنیم مثلا جنس میخواست بگه 30% از اول میدم بهتون، ولی 10%شو نگه داشته اینجا که اون افرادی که در لول‌های بالا هستن، موفق هستن، اینها بیان و محصولات رو به افراد دیگه پیشنهاد بدن. چون به هر حال از قول یه آدمی که موفق هست، درآمد بالا داره، چهره‌ای شده برای خودش، زمانی که این شخص میاد محصول معرفی میکنه و تبلیغ میکنه، به هر حال یه سناریوی دیگه‌ای هست. جنس تو این قضیه هم بسیار هوشمندانه عمل کرده و فوق‌العاده قشنگ در واقع پلن رو ریخته. اما پلن شماره 6 که در واقع پلن استخر دایموند جنس هست، پلنی که شاید هر کسی در واقع که توی جنس میاد ویژنش اینه که توی این استخر عضو بشه، زمانی یک استخر پول طراحی شده. توی این استخر زمانی که شما دایموند میشید عضو این استخر میشید. به محض اینکه دایموند شدید شما میاد توی این استخر. اما تو این استخر، خب از اسمش مشخص، استخر پول هست. 3% از فروش جهانی جنس وارد این استخر میشه. تصور کنید پارسال 1.5 میلیارد دلار فروش جنس بوده. 3% این عدد میشه 45 میلیون دلار. 45 میلیون دلار پول میاد تو این استخر و بین افرادی که تو این استخر هستن که میشه افرادی که دایموند و به بالا هستن تقسیم میشه. اما نکته‌ای که اینجا وجود داره اینه که چجوری این پول تقسیم میشه؟ آیا به همه یه سهم مساوی میدن؟ یعنی مثلا من ماه بعد اومدم تو استخر دایموند، حالا یه 200 نفرم قبل الان حدود 240 نفر تو این استخر هستن، خب اون افرادی که قبل از من بودن همه اون پول رو دوباره تقسیم بر تعدادمون میکنه؟ خیر، به این شکل نیست. اینجا سهام بندی میشه. به عنوان مثال زمانی که شما دایموند شدید یک سهم شما الان به شما داده میشه، یعنی صرفاً دایموند شدن شما یک سهم برای همه زندگیتون به شما میده و حتی مهم نیست ماه بعد اصلا همه مجموعتون فیل بشه دیگه، شما اصلا دایموند هم نباشید یا هر چیزی، شما یه سهمو دیگه همیشه دارید. اما چون هر 3 ماه یک بار این پولو شرکت در واقع چکشو میده به این افراد، این که شما از این 3 ماهی که در واقع فصلی هست، از این 3 ماه کدومی که از این ماها رو روی دایموند موندید، شما ممکنه مثلا دایموندی 1000 تا سایکل بعد این ماه بزنید، ممکنه خب این ماه 1000 تا سایکل بزنید بشید دایموند، به عنوان مثال ماه بعد مثلا به جای 1000 تا 800 تا بزنید، خب شما دایموند هستید ولی این ماه رکورد دایموندیتون رو نزدید، یعنی اون شرایط دایموندیتون رو تکرار نکردید، ولی ممکنه هم تکرار بکنید. هر ماهی که تکرار میکنید یه سهم اضافه میشه، یعنی تو اون 3 ماه بابت هر ماه شما میتونید یک سهم اضافه داشته باشید. اما شرایط به همین شکل ادامه پیدا میکنه. به عنوان مثال اگه تعداد سایکلاتون بالا تر باشه سهم میگیرید، اگه دابل دایموند بشید سهم میگیرید، همینجوری سهم میگیرید و بعد تعداد سهام افراد همه جمع میشه، به فرض مثال میشه 5000 تا سهم. هر چقدر پول تون استخر تقسیم بر 5000 میشه، هر کسی به نسبت سهامی که داره پول دریافت میکنه و این در واقع شرایط استخر دایموند هست. خدمتتون عرض کنم که نکته دیگه‌ای که در واقع مهم هست و خدمتتون باید بگیم، بحث سفرهای تفریحی جنس هست که این هم یکی از درآمدهای شما هست، یکی از آیدی‌های شما هست. ما توی جنس 3 دسته سفر داریم و این سفرها فوق‌العاده است. دسته اول سفرهایی است که بهش میگن Emerald Experience، برای افرادی که Emerald میشن. Emerald یک قدم قبل از دایموندی هست. زمانی که شما Emerald میشید، شما یک هفته در واقع دعوت میشید به یک فضای خیلی خیلی، یک حالا شهر یه جاشو انتخاب میکنه جنس و شما یک هفته مهمون جنس هستید به اتفاق
همسرتون، یعنی دو نفرتون مجانی یک هفته در واقع مهمون جنس هستید و فقط هم یک بار هست، اون اولین باری که شما امرال میشید. اما سفری که مربوط به دایموند هست، دایموند دیسکاوری، هر سال یک سفر هست، اینم حدود 7-8 روز هست هر سال و یک مکان بسیار بسیار مهیج رو جنس انتخاب میکنه. امسال بورا بورا بود و حالا تصاویرش حتما دوستان روی اینستاگرام دیدن، بسیار بسیار جای قشنگ و در واقع مفرحی بود و یک هفته دوباره به اتفاق همسرتون اونجا دعوت جنس هستید. به هر حال با رؤسای شرکت زمان میگذارید، با تمام دایموند های دیگه جنس زمان میگذارید و این فوق العاده است. زمانی که شما دایموند میشید، مادامی که دایموند هستید تو این سفر شرکت میکنید، این سفر هر ساله هست و دیگه مثل امرالد نیست که فقط یک بار، شما هر سال میتونید تو این سفر شرکت بکنید. دسته سوم سفرها هم بحث اینسنتیو تریپس هست، سفرهایی که واسه همه هست. افراد میتونن با گرفتن یه سری امتیازهایی که خود جنس میاد مشخص میکنه تو این سفرها در واقع شرکت بکنن. به عنوان مثال توی اکتبر توی میلان یک برنامه در واقع یک سمینار بزرگی از جنس هست که فوق العاده مهم هست و برای این در واقع سمیناری که دو تا مسابقه جنس گذاشته و افرادی که بتونن تو مسابقه امتیازهای مورد نظر رو کسب بکنن میتونن تو این قضیه بلیت رفت آمد مجانی، هتل مجانی و حالا خیلی از مسائل دیگه در واقع این سفر رو برنده بشن و بیان و این قضیه اوکی باشه. این داستان سفرهای دیگه جنس هم مخصوص همه هست، هر کسی تو هر رنگی حتی اون رنگ‌های پایینی میتونه اگه امتیازهایی رو که مناسب اون موقعیت هست اگه بتونه کسب بکنه میتونه تو این سفرها شرکت بکنه. اما وارد بحث رنگ های جنس بشیم. خدمتتون عرض کنم که رنگ های جنس ابتدا اولی اسوسییت هست، زمانی است که شما یک جایگاه گرفتید. زمانی که شما یک جایگاه گرفتید پلن یک و دو جنس رو دارید، یعنی هم قیمت ها رو میتونید با تخفیف بگیرید، هم وبسایت دارید، هم اگه معرف کسی باشید پورسانت مستقیم رو بهتون میده، یعنی شما فقط یک جایگاه خالی هستید اصطلاحاً، ورودی میگیرید، اون ورودی میاد یک پکیج امباسادور میخره، شما $250 پورسانتی که باید بابتون بگیرید و میگیرید. بنابراین پلن یک و دو برای افرادی که حتی جایگاه خالی دارن بازه. قسمت بعدی لول، یعنی رنگ بعدی دیستریبیوتور هست، زمانی است که شما 100 امتیاز حداقل توی اکانتتون خرید میکنید. حالا ممکنه اون اول بخرید، ممکنه بعد از یک ماه بخرید، این مهم نیست، ولی زمانی که 100 امتیاز شما خرید میکنید توی جایگاهتون شما میشید رنگتون میشه دیستریبیوتور. حالا میتونید حتی با یه جایگاه خالی وارد شید، دوستی دارید توی کانادا این میخواد اسم محصول بخره، آدرس سایتتون رو میدید به این شخص، این شخص میره رو سایت شما و 120 امتیاز خرید میکنه، مثلا دو تا سرم میخره. خب شما علاوه بر اون که اون پورسانت رو میگیرید، کمیشن رو میگیرید، چون دو تا سرم به قیمت خرده فروشی میخره از سایت شما، طبیعتا اون 30% تا 45% اختلاف قیمت رو شما به عنوان کمیسیون از سمت شرکت تو حسابتون همون موقع دریافت میکنید. علاوه بر اون 120 امتیاز مثلا میشه امتیاز دو تا سرم، شما هم همونجا دیستریبیوتور میشید. یعنی فرقی نمیکنه شما بخرید یا از اون سایتتون بخرن، هیچ فرقی نمیکنه، شما به این ترتیب میتونید رنگ دوم یا رنگ دیستریبیوتوری رو بگیرید. اما رنگ بعدی رنگ اگزیکیوتیف هست، زمانی که شما یک دیستریبیوتر سمت راست خودتون و یک دیستریبیوتر سمت چپ خودتون خودتون معرفی میکنید، شما میشید رنگتون اگزیکیوتیف. زمانی که اگزیکیوتیف میشید، چون اگزیکیوتیف بودن بسیار بسیار نقش ساختاری مهمی توی پلن جنس داره، در واقع هم جنس برای شما یک پین طراحی کرده، هم به شما تبریک میگه در واقع با یک ایمیلی، هم در واقع از لحاظ تیمی بالا سریا برای شما پیام تبریک میفرستن به شکل ویدیویی. اما تو بحث رنگ بعدی رنگ جید اگزیکیوتیف، رنگی است که شما اگه 4 اگزیکیوتیف مستقیما معرفی بکنید، یعنی من محمد رو معرفی میکنم، محمد اگزیکیوتیف میشه، علی رو معرفی میکنم، علی اگزیکیوتیف میشه، فاطمه رو معرفی میکنم، اگزیکیوتیف میشه، بابک رو معرفی میکنم، بابک اگزیکیوتیف میشه، این 4 نفر رو به شرطی که یکیشون حتما یه سمتن باشه، یعنی 4 یه سمت نباید باشه، یکیشون یه سمت، 3 اون سمت، یا 2 حتما باید حداقل یه دونش یه سمت باشه. اگه 4 اگزیکیوتیف من معرفی بکنم که حداقل یکیش یه سمت من باشه، من میشم جید. حالا یا اینکه من 8 رو مستقیم معرفی بکنم، این 8 دیگه لازم نیست اگزیکیوتیف باشن، 8 مستقیم من داشته باشم،
باز هم میتونم جید بشم. یعنی دو تا راه برای جید شدن هست. یکی اینکه چهار نفر رو معرفی کنم، این چهار تا اکزیکیتیو بشن، یکیشون حتما یه سمتم باشه، یا اینکه 8 نفر رو مستقیم معرفی بکنم، دیگه مهم نیست اونها اکزیکیتیو بشن یا نه، ولی این 8 نفر حتما سه تاش یه سمتم باشه، یعنی 3-5 باشم حداقل. میتونم هم 4-4 باشم، ولی 2-6 باشم جید نمیشم، حتما سه تاش باید یه سمت باشه. اما پرل اکزیکیوتیو زمان رنگ بعدی زمانی است که من 8 تا اکزیکیوتیو مستقیما دارم که حتما دو تاش باید یک سمت باشه، یا 12 تا مستقیم ورودی دارم که سه تاش باید حتما یه سمت باشه. رنگ بعدی سفیر هست، رنگ سفایر. سفیر شما 12 تا اکزیکیوتیو باید مستقیم داشته باشید که شرطش هم اینه که سه تاش حتما یه سمتتون باشه و شما میشید سفیر. اما سفیر به بعد تا سفیر، دوستان اگه دقت کنید همش صحبت اکزیکیوتیو بود. چند تا اکزیکیوتیو شما میسازید شخصا میشه رنگ‌های ابتدای شما. اما نکته‌ای که خیلی مهمه اینی که از همون ابتدای کار همه رو باید دعوت کنیم به اینکه سایکل بزنن. سایکل یعنی 300 امتیاز به 600 امتیاز متعادل بکنن. اگه همزمان با رشد رنگ‌های شما و رشد سازمانی شما، شما سایکلتون هم رشد بکنه و تعداد زیادتری هر بار سایکل بزنید، اتفاقی که میفته وقتی که سفیر شدید، از سفیر به بالا، یعنی از سفیر به سفیر الیت، شرکت میگه آقا سفیر شدی، اوکی 100 تا سایکل میخوام ازت تو یک ماه. تا امروز میتونستید اصلا سایکلی نزنید و رنج بگیرید و پیشرفت کنید ظاهرا، ولی از امروز بعد یهو بهتون میگه 100 تا سایکل اگه نزنی نمیتونی سفیر الیت بشی. حالا فکر کنید تا امروز بحث سایکل به هیچ وجه نبوده، از الان بعد بحث سایکل است. بنابراین این برای اینکه افراد یهویی گیر نکنن یه جایی که حالا بعد یه عالمه تلاش بکنن تا 100 تا سایکل بزنن، چه بهتر که از همون ابتدا که ما شروع به کار میکنیم اکزیکیوتیو که شدیم بریم تو فکر سایکل زدن و این همزمان از همون موقع شروع بشه، تا زمانی که سفیر میشیم ما بتونیم حداقل سایکلای خوب بزنیم. توی بچهای تیم این ماهی که گذشت که از بچه‌ها با رنگ جید 25 تا سایکل زد و فوق العاده عالی بوده. وقتی از من خواست که حالا برای رنگ چیکار کنم، فرام گفتم مهمترین کاری که داری میکنی اینی که داری سایکل میزنی، سایکل زدنت اولویتت باشه، مطمئنا اون رنگ ها رو هم میتونی بگیری. من پیشنهادی که به همه دوستان دارم اینه که به محض اینکه اکزیکیوتیو شدید تمرکزتون مطلقا روی سایکلتون باشه. خب اما رنگ سفیر الیت رنگی است که شما سفیر باید باشید و 100 تا سایکل تو یک ماه بزنید. اما قسمت بعد خدمتتون عرض کنم که بحث رنگ روبی هست. رنگ‌های دایرکتوری بهش میگن. رنگ روبی شما باید سفیر باشید. خدمتتون عرض کنم که دو تا لگ سفیر داشته باشید حتما، و لگ سفیر به این معنا هست که به فرض مثال شما یه محمدی رو وارد میکنید، محمد ورودی مستقیم شماست، هر چیزی از محمد به پایین ایجاد بشه که از نسل محمد باشه، این کلن میشه یه لگ شما. حالا تو این کل لگ اگه یه دونه سفیر باشه، مهم نیست کی، شاید لول 40 محمد یه دونه سفیر ایجاد بشه، بالایی اون همه مثلا کارو جدی نگرفته باشن یا موفق نشده باشن که سفیر بشن، برای شرکت یا برای شما فرق نمی. شرکت میگه تو کل این لگ حتی اگه یه سفیر تولید بشه، چون از نسل شما هست، این لگ میشه لگ سفیری. شما دو تا از این لگا میخواید. زمانی که میخواید روبی بشید دو تا لگ سفیر میخواید. نیازی هم نیست که این دو تا لگ طرفهای مختلف شما باشه، میتونه جفتش یه طرفتون باشه. و 200 سایکل، پس دو تا لگ سفیری که مهم هم نیست جفتش یه سمت باشه یا نباشه، و 200 سایکل شما میتونید روبی بشید. امرالد شما 500 تا سایکل باید بزنید و 4 تا لگ سفیری نیاز دارید. دایموند شما نیاز دارید 6 تا لگ سفیر داشته باشید، 1000 تا سایکل این ماه بزنید و ماه بعد 500 تا سایکل حداقل زد بزنید. یعنی بحث دایموندی 2 ماه طول میکشه یه نفر دایموند بشه. به چه شکل؟ شما این ماه با داشتن 6 تا لگ سفیری فرض میکنیم که 1000 تا سایکل رو میزنید، شرکت شما رو دایموند اعلام نمی کنه. ماه بعد صبر میکنه، شما باید 500 تا سایکل حتما بزنید، نصف 1000 تا رو، که کسی که واقعا دایموند شده باشه و مجموعه ساخته باشه و 1000 تا سایکل رو تونسته باشه بزنه، ماه بعد دیگه 500 تا دیگه واقعا باید بزنه. البته بوده کسایی که نتونستن این کار بکنن و دایموند نشدن، یکی از اونها در واقع توی ترکیه هست و ماه اول 1000 تاشو میزنه، ماه دوم رو 400 تا میمونه و نمیتونه در واقع دایموند بشه.
خدمتتون عرض کنم که بحث دایموندی هم پس 6 تا لگ سفیر 1000 تا سایکل این ماه، 500 تا سایکل ماه بعد. اما دابل دایموندی شما اولا باید خودتون یک دایموند باشید، دو تا لگ دایموند داشته باشید، 1500 تا سایکل بزنید. خدمتتون عرض کنم که میریم سراغ تریپل دایموندی. توی تریپل دایموندی شما اولا باید خودتون در واقع یک دایموند باشید، حتما 4 تا لگ دایموندی نیاز دارید و باید 2,000,000 امتیاز تو یک ماه کسب کرده باشید. 2,000,000 سی وی تو یک ماه تو کل مجموعتون. فقط از این لگ هایی که دارید تو هر لگی بیشتر از 500,000 تاشو قبول نمی‌کنه. ببینید دوستان، یکی از شرایطی که جنس چه تو این بحث رنگ ها داره، چه تو بحث جی پی اسی که یا حالا پروموشنی که می‌خوام این ماه راجع به این هفته، این دو تا ماه وجود داره و امروز یک کوچولو می‌خوام بهش اشاره کنم، همیشه یک شرطی داره و اون شرط اینه، میگه از هر لگت من ماکسیمم انقدر سی وی تو قبول میکنم. و این به چه دلیل هست؟ شما ممکنه یه مجموعه خیلی قوی داشته باشید، خب این مجموعه قوی ممکنه هزاران هزار سی وی توش تولید بشه. شرکت نمیخواد که شما فقط یه مجموعه قوی داشته باشید یا یه لگ قوی داشته باشید، برای اینکه شما تشویق بکنه به اینکه تعداد لگای قویتون رو زیاد بکنید، بنابراین میاد این شرط رو میذاره که میگه از یه لگتون بیشتر از انقدر قبول نمیکنم. برای این زیاد خوشحال نباش که یه لگت خیلی قویه بقیه لگا رو ول کنی، اینجوری نیست. بنابراین همیشه این شرط تو یک لگ ماکسیمم انقدر قبول میکنم و داره که از آفرهایی که همین الان هم میذاره اینو توش نهادینه کرده. 2,000,000 سی وی در یک ماه، 500,000 تا ماکسیمم از هر لگتون قبول میکنه. 10,000 نفر هم باید شما روی اوتوشیپ داشته باشید. بحث اوتوشیپ هم اینه که دیشب توضیح دادیم به چه شکل میشه اوتوشیپ داشت و افراد از اون دو روشی که روی سایت هست باید در واقع روی حالت اوتوشیپ اکتیو باشن. خب رنک بعدی پرزیدنشال دایموند دایرکتور، که این در واقع شما باید یک دایموند باشید، 6 تا لگ دایموند داشته باشید، 3,000,000 سی وی جمع کرده باشید توی ماه که خب 500 تا از لگتون قبول میکنه و 15,000 نفر توی مجموعتون روی در واقع اوتوشیپ داشته باشید. ایمپریال دایموند دایرکتور 4,000,000 سی وی در ماه میخواید تو مجموعتون، باید یک دایموند باشید، 8 تا لگ دایموند ازتون میخواد و تو هر لگتون بیشتر از 500,000 تا قبول نمیکنه و 20,000 نفر روی اوتوشیپ. دوستان شرایط درسته، حالا شاید حسی به اون صورت ما نداریم، ولی با توجه به قول معروف فکری که من روش کردم و شرایطی که حالا تا اینجا دیدم، شاید بسیار ساده هست. کافی مجموعه رو درست بسازیم، 500,000 سی وی توی یک لگ دایموند و این لگ دایموند از 2,000,000 سی وی بخواد از تریپل دایموند شروع بشه. اگه واقعا مجموعه ساخته باشیم تو تریپل دایموند اگه 2,000,000 رو بزنیم، 500 تا روی لگ، همون 500 تا رو همون لگو باید تو پرزیدنشال و تو امپریال تکرار بکنیم. سختش نکرده جنس، ولی گفته باید تعداد لگاتون رو ببرید بالا، یعنی بیشتر کار بکنید و فوق العاده قوی پلن ریخته شده. و خب خدمتتون عرض کنم روی امپریال شما 20,000 نفر رو اوتوشیپ میخواد. آخرین رنگ کراون هست که شما 10 تا لگ دایموند میخواید. بسیار بسیار هیجان انگیزه، شاید برای نتورکرها یک آینده بسیار بسیار خفن رو در واقع جنس میاد تصویرشو میکشه، میگه ببینم چیکار میکنی، میتونی اینقدر بری. خب برای تا الان ما هیچ کراونی توی جنس بعد از 10 سال نداریم و این یعنی که کار راحتی نیست. 10 تا لگ دایموند میخواد، 5,000,000 سی وی در یک ماه، 500,000 تا بازم از هر لگ قبول میکنه و 25,000 نفر روی اوتوشیپ میخواد. خدمتتون عرض کنم که نکته‌ای که تو این سه تا از تریپل به بالا وجود داره، زمانی که تریپل میشید شما یک چک $100,000 هدیه بهتون داده میشه، جدا از پورسنتای دیگه که دارید و حالا بحث استخر پول و اینها. روی پرزیدنشال به شما یک چک $250,000 داده میشه، روی امپریال چک $500,000 و روی کراون دایموند دایرکتور به شما یک چک $1,000,000 داده میشه زمانی که شما به این رنک میرسید. اما خدمتتون عرض کنم که بحث پلن ها و رنگ ها تموم شد. نکته ای که فقط تو این قسمت اشاره کنیم بهش، اگه اجازه بدید یه مقداری روی خود وبسایت توضیحات خدمتتون بدم. خب خدمتتون عرض کنم که روی وبسایت می‌خواستم یه نکته رو خدمتتون بگم بابت اوتوشیپ، که این وارد اکانت میشم. دوستان برای اوتوشیپ که حالا مهم هست، شما این تیکی که اینجا میبینید این نشون میده شما اکتیو هستید یا نیست. اگه من وارد حساب بشم و این ضرب در باشه، یعنی من اکتیو
نیستم. اگه تیک باشه یعنی اکتیو. اما کی من باید اکتیو بودن خودم رو چک بکنم؟ شما میتونید خیلی راحت توی قسمت ریپورت توی بحث باینری انفورمیشن برید. پس ریپورت باینری انفورمیشن توی این قسمت دوستان خیلی ساده این دوتا تاریخ رو نگاه کنید. ماهی هست که الان درش هستیم. اگه دقت کنید 21/6 تا 21/7 الان مثلا تاریخ ما 4/7 هست، بین 21/6 تا 21/7 یعنی بابت این ماه اینجا اطلاعاتی که نیاز داریم میتونیم ببینیم. 294 امتیاز این فرد داره. تو یک بازه یک ماه جنس از ما 60 امتیاز بیشتر نمیخواد، ولی این فرد 294 امتیاز توی ماهش داشته. اما چی کار کرده، چه جوری بوده و این جالبه. ببینید خدمتتون عرض کنم که تاریخ 36 که در واقع روز آخر شما زمانی که 21 میشه، این 21 اینجا یعنی هر ماه روز 21 شما وارد دوره جدید میشید، باید اکتیو باشید حتما. این فرد اومده و 7 روز به شما زمان میده تا شما خودتون اکتیو کنید. اومده روز 30 که در واقع 6 روز بعدش بوده، اینجا اگه دقت کنید 36 اومده یک خرید داشته، یک خرید داشته و بابت این خرید 3 امتیاز گرفته. که اگه ما خدمتتون عرض کنم بخواد ببینید چی هم خریده، حالا دقیقا من چون میدونم 354 امتیاز خرید داشته که از این 354 امتیاز 294 تاشو تو این ماه زده، 60 امتیازشو برده به ماه بعد. یعنی چی؟ یعنی قانون شرکت اینه که شما هر امتیاز اینجا بزنید 60 تا ماکسیموم به ماه بعد انتقال داده میشه، بقیه‌اشو اینجا محسوب میکنه. و بنابراین 21/7 که میشه آخرین روز این ماه، این فرد 21/7 که شروع میشه 60 امتیاز داره. یعنی زمانی که این تاریخ‌ها اینجا بشه 21/7 تا 21/8 اینجا 60 امتیاز نوشته خواهد شد. یعنی فرد با این خریدش 2 ماه خودشو اکتیو نگه داشته. این هم بحثی هست که سر اتوشیپ ما داریم. یه توضیح کوچیکم در مورد خدمتتون عرض کنم، آفر بدم خدمتتون. تو قسمت دیستریبیوت ریپورت شما میتونید اطلاعات مربوط به آفرها و حالا تمام مسابقاتی که جنس میذاره بابت سفرها و یا هر چیزی، شما میتونید تو قسمت در واقع ریپورتس و دیستریبیوتر ریپورتس تو اون قسمت میتونید این اطلاعات رو ببینید که الان اینو با هم دیگه میبینید. فکر میکنم اینترنت یه مقداری در واقع اذیت میکنم. حالا من یه سری توضیحات رو خدمتتون میدم با توجه به اینکه خب اومد. خب تو این قسمت دوستان اگه میخواید ببینید وضعیتتون رو نسبت به این قضیه چک بکنید، این لول X این اسم پروموشنی است که الان درش هستیم. لول X your next level promotion 2019 global. این اگه بزنید اطلاعات مربوط به این پروموشن هست که از 30 جون در واقع شروع شده، یا همین 1 جولای که 1 این ماه هست و تا آخر ماه بعد هست، 2 ماه هست. مثلا رنگ هایی که اینجا بزن، رنگ هایی که مشخص کرده، مثلا گفته آقا اگزیکیوتیو اگه بشید و 400 امتیاز بگیرید من به شما $100 جایزه میدم. یه مقدار اینو بزرگترش کنیم. پس رنگ اگزیکیوتیو اگه بگیرید 400 امتیاز کلن داشته باشید $100 جایزه میگید. اما دقت کنید تو هر لگتون 120 امتیاز بیشتر قبول نمی کنه. دوستان ما شرکت از همون ابتدا ما رو تشویق میکنه به اینکه چند تا لگ داشته باشیم و تو این پروموشن ها ما رو تشویق میکنه به اینکه 4 تا لگ حداقل داشته باشیم. 4 تا لگ داشته باشیم یعنی 4 تا ورودی مستقیم داشته باشیم که با اون ورودی مستقیم تیم سازی بکنیم. خدمتتون عرض کنم که 400 امتیاز مجموع سی وی است که نیاز داره، 120 امتیاز تو هر لگ قبول میکنه و $100 جایزه شه. نکته مهمی که وجود داره دوستان، شما اگر رنکتون الان اگزیکیتیو نیست باید اگزیکیتیو بشید و 400 امتیاز. اگه اگزیکیتیو هستید باید جید بشید و 1500، یعنی باید یه رنک بیاید بالا و بعد نگاه کنید امتیاز اون رنک چیه، اون امتیاز رو بگیرید و جایزتون رو بگیرید. اگه جید و 1500 امتیاز بگیرید $300 جایزه میگیرید و 450 امتیاز رو تو هر لگ قبول میکنه. اگه دقت کنید 3 تا 450 امتیاز میشه 1350 امتیاز. یه 150 امتیاز از 1500 هنوز میمونه، اونو بعد تو لگ 4 امتون بگیرید. پرل 5500 امتیاز میخواد که $1100 جایزه است. برای کسایی که جید هستن واقعا کسب رنگ پرل و 5500 امتیاز گرفتن جایزه $1100 واقعا یک موقعیت استثنائیه. برای کسایی که پرل هستن میخوان سفیر بشن 8000 امتیاز میخواد و 8000 امتیاز واقعا زیاد نیست که $2500 جایزه میده. $2500 به هیچ وجه شوخی نیست. و سفایر 25 هست که 18000 امتیاز میخواد و $4500 جایزه داره و ادامه این تا امرال در واقع این هست.
که شما میتونید تو این قسمت دایرکت هایی که دارید و ببینید این لگاس این 4 تا لگ داره الان و وقتی که شروع بکنه به امتیاز جمع کردن تو هر لگی امتیازا رو اینجا جمع میزنه، ولی دقت کنید که همیشه تا این عددی که تو این جدول زده از هر لگی قبول میکنه ازتون و در واقع اینجا هم بونس رو میزنه. زمانی که شما بونس کسب بکنید اینجا بونس رو مینویسه. پس راجع به این در واقع بحث پروموشن جدید که از اول این ماه شروع شده، 3-4 روز شروع شده و تا ماه آخر ماه بعد، یعنی در واقع 2 ماه فرصت داریم تا این رنگ هایی که اینجا نوشته شده بزنیم و این امتیازهایی که گفته رو کسب کنیم تا این جوایز رو بگیریم. جدا از بحث جایزه ها دوستان، بحث خدمتتون عرض کنم که تیم سازی و بحث جلو رفتن و اون مومنتومی که ایجاد میشه فوق العاده مهم است. دوستان راجع به بحث پلن صحبت دیگه ای نداریم. اگه خدمتتون عرض کنم که بسا چک بکنم ببینم همه مطالبی که قرار بود بگیم و گفتیم. ما دیشب که جلسه بحث آموزش وبسایت داشتیم، امروز بحث پلن رو در واقع ادامه دادیم. فردا تو همین ساعتی که مثل امروز جلسه‌مون شروع شد بحث در واقع محصولات و ویدیوهای امزلاگ رو خواهیم داشت که بسیار بسیار مهمه. به هر حال ذهنیت یک فرد نسبت به محصولات جنس، جایگاه جنس مشخص میکنه و در واقع جلسه بعدمون که آموزش پس فردا شب هست در رابطه با استراتژی کاری هست توی صنعت نتورک مارکتینگ که امیدوارم همه دوستان بتونن هم خودشون هم ورودی های جدیدشون و مجموعهشون رو توی این جلسه ها دعوت بکنن تا بتونن از موجی که ما دوشنبه بحث پرزنت و 4 روز توی هفته بحث آموزش هست، بعد از این آموزش افراد میتونن دعوتی هاشون رو داشته باشن تو جلسه پرزنت در واقع هفتگی و دوباره از اونجا این موج ادامه بدن. امیدوارم که دوستان نهایت استفاده از این برنامه‌ای که برای تیم در واقع ارائه شده استفاده کنن. ممنون و متشکرم. خدا نگهدار همگی.